یک امشبی با من بمان، با من سحر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. میخواهم از کسی به سرایم که آفتاب خلوت نشین سایه ای از ذوالفقار اوست، آن رازگونه‌ای که در عالم هر آنچه هست یا نیست یا همیشه ترین وام دار اوست. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، بینندگان خوب برنامه سمت خدا. خیلی خوشحالیم که این روزها که روزهای عیدی دادن و عیدی گرفتنه، عیدی ما دیدار شماست. به سمت خدا امروز بسیار خوش آمدید. حاجی نقویان سلام علیکم، عیدتون پیشاپیش مبارک. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و دوستان زحمتکشتون و بینندگان عزیز و ارجمندتون عرض سلام دارم و پیشاپیش عید بسیار گران سنگ و فرخنده و شایسته امیرالمومنین به منصوب شدن حضرت امیرالمومنین به جانشینی رسول خدا، که در واقع پیغام الهی بود که بر زبان پیامبر جاری میشد، رو به همه شیفتگان اون انسان بزرگ و اسطوره هستی تبریک عرض میکنم. سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که در آستانه عید قدیر مهمان خونه هاتون هستیم و از طریق برنامه سمت خدا، از طرف خودم، حاجی نقویان، همه برای بچه های سمت خدا این عید بزرگ رو به شما تبریک میگیم. امروز قراره که انشالله با حضور حاجی نقویان عزیز به سوالات شما بپردازیم، سوالاتی که میدونم خیلیاتون منتظر هستید که پاسخشون رو حاجی نقویان بدن. سوالات زیاده، اگر اجازه بدید من اولین سوال رو بخونم و انشالله پاسخ شما رو داشته باشیم. با سلام و تشکر از برنامه بسیار عالیتون، بسیار متشکرم از لطفتون. گفتن که مشکل من مربوط به دوستم میشه، او درگیر موضوعی شده که ذهن من رو به خودش مشغول کرده و سوالی هم برای من به وجود آورده. دوستم مدتی است که نامزد کرده، ولی تازگی متوجه شده که همسرش اعتیاد داره و همچنین برخورد مناسبی هم با ایشون نداره. دوستم موضوع رو با من در میون گذاشت و از من خواست که از یک روحانی بخوام که برای گرفتن طلاق براش استخاره کنه. جواب استخاره به شدت بد اومد آقای نقویان و ایشون به استخاره عمل کرد و فرصتی دوباره به همسرش داد. اما بعد از گذشت حدوداً یک ماه مشکلش حل نشد و حالا میخواد که دوباره استخاره بگیره که طلاق بگیره یا نه. حالا سوال من اینه که آیا درسته که در این شرایط دوباره استخاره کنه؟ لطفا در مورد شرایط استخاره گرفتن و عمل کردن به اون توضیح بدید. آیا درسته که ما هر وقت با مشکلی برخورد میکنیم استخاره کنیم؟ در ضمن دوستم رو هم راهنمایی کنید که چطور مشکلش رو حل بکنه. حالا بشنویم صحبت حاجی نقویان رو، بفرمایید. بله جناب شریعتی، اگرچه دلمون نمیخواست در تلیعه یک عید شیرین کلمات و سوالات تلخی مطرح بشه، ولی امیدواریم انشاءالله با این گفتگو و صحبت تلخی ها بره و شیرین بشه این زندگی ها انشاءالله.
ببینید، اولا باید عرض بکنم که استخاره معناش این نیست که ما هر جا موندیم و عقلمون سریع به جایی نرسید زود بریم سراغ قرآن و یه ورقی رو باز کنیم و اونجا خوبه یا بده یا متوسطه یا چنین و چنان. استخاره برای خودش دنیا حرف داره و در یه وقت مناسبی باید اصلا جب استخاره صحبت کرد. فکر میکنم بعضی از کارشناسان نازنین شما هم راجب استخاره یه وقتی با دکتر رفیعی شاید بله صحبتی شد، اما در این مورد خاص من اصلا استخاره رو خیلی حرف مناسبی و یک به اصطلاح داروی مناسبی اینجا نمیبینم. این خانم باید اولا که بیشتر اگر علل قاعده بود خانم باشن، چون بله همسرش گفتن همسر گفتن، چون متاسفانه قصه اعتیاد تو آقایون زیاده، اگرچه گاهی یک حرفای خیلی تلخی هم شنیده میشه از اون طرف، ولی اینا باید بلندشن برن پیش هم یکی اول پیش یکی دو تا از بستگان عاقل و دلسوز و با تجربه، ریش سفید فامیل. خب پدر داماد، پدر عروس، مادر داماد، تو همین رنج، یعنی دیگه اون ورتر نرن، مگر اینکه خدای نکرده اینها آدم‌های نپخته‌ای باشن که مجبور بشن برن یه پله عقب‌تر پخته‌تری پیدا بکنن، پدر بزرگی، عموی، دایی، عمه، و با اینها مطرح کنن که بالاخره این درد باید درمان بشه زود و این نباید بمونه کهنه بشه، بعدها میتونه به یک نگرانی بسیار شدیدتری تبدیل بشه و زندگی رو واقعا بسیار تلخ بکنه. و اگر نشد برن پیش مشاوری، مشاور دلسوز، اون آقا به اون آقا باور کنه که این اعتیاد بیماریه، بیماری سخت و سنگینی. حالا ابتداش رو فعلا کار ندارم، از ابتداش جرمه، حالا که اینجا اومده اینجا بیماری شده، یعنی یک جرم بیماریزا. حالا بعد دفعه که درمانش باشه، دفعه که درمان بود دیگه، بله. حالا ما کاری به اون مقدمات از کجا شروع شده چرا شده و بعضی وقتا واقعا از یک میگم یه جرم سنگینی ولی فعلا بیماری، و این بیماری نیاز به مداوا داره، بمونه میتونه سخت بشه، سنگین بشه، سرطانی بشه و بعد سخت بشه، مشکل پیدا بشه. واقعا باید برن سراغ یه مشاوری، و این آقا هم در عین اینکه این وابستگی سنگین رو به این مواد داره بفهمه و باور کنه که این وابستگی بیچارهش میکنه، روزی خواهد رسید ممکنه همه هستیش رو فدای این چند گرم مواد بکنه، نه همسرش رو، پدرش رو، مادرش رو، خودش رو از همه بدتر. همین که میگه خانمانسوزه، خانمانسوزه، یعنی خودش رو هم داره تو این آتیش میسوزونه. وقتی سوخت دیگه میگن آتیش که اومد تر و خشک نمیکنه، خشک و تر نمیکنه، همه رو هم گرفتار میکنه. و اینجا زودتر دیگه نگاه نکنه استخاره خوب اومده. بعضی وقتا بله اگر به یه جایی رسید حکم طلاق، یعنی این زندگی نمیشه جز این که من یه عمری بسوزم پای این آتشی که دیگری برپا کرده و منم یه مقداری از اول باید بیشتر چشمو باز میکردم، هیچ اثر دیگه نداره. یه وقتایی هم نه، واقعا باید موند و یه مقدار به اصطلاح اینجا صبوری و تحمل به خرج داد، در کنار یک عقل درستی و یه تجربه های صحیحی، تا انشالله این ریشه یک درخت تلخ کنده بشه و هر دو. یعنی شما در واقع بعضی جاها طلاق رو تجویز میکنید، بعضی جاها صبر و مدارا رو، بله. که صبوری، یعنی واقعا الان ما در این حد اطلاعات نمیتونیم بگیم که تشخیصش به عهده کیون و عرض کردم مشاور، یک مشاوری که یه ریش سفید فامیل که اینها شرایطو بگن. یه وقتی یه مردی به هیچ عنوان نمیخواد ول کنه، میگه نه من همینه که هستم، میخوای بخوای نمیخوای نخوا، من نمیتونم اینو ول کنم، اینو من بیشتر از تو دوست دارم، میتونم تکلیفش مشخص، بله. یه وقتی میگه نه عزیزم شما کمک کن، منم تلاش میکنم، خورد خورد بالاخره با کمک هم اینو کنارش میذاریم، الان یه خورده سخته برای من. یه وقتی جو پتانسیل اصلاحو میبینیم توش، این ممکنه که آینده ایشون اصلاح بشه، اینجا دیگه صبوری باید بکنن، بله. یعنی خیلی زودم اینجوری دست به کار نشن، طلاق بگیرن. استخاره چیه؟ جای استخاره کجاست؟ استخاره ببینید عرض کردم اون جایی که انسان عقل خودش، تجربه انسان‌های با تجربه اینها رو به کار بگیره، اولا
ثانیاً خودش رو از وابستگی به اون کارم رها کنه، چون یه کاری آدم خیلی دوست داره، خیلی به دلش نشسته، تمایل گرایشش اینوریه، یه 90% اینجاست، 10% اون طرفه. میگه خب حالی استخاره هم میگیریم، بلکه انشالله خوب اومد همین کارو بکنیم، استخاره هم میگیره خوب، اگه هم بد اومد دوباره هی مننامه میکنه، حالا فردا هم بگیریم شاید حال استخاره گیر خوب نبوده، آقا مثلا چشماش ضعیف بوده بد دیده، از این توجیهات هم میکنیم. نه دیگه، اگر انسان بینابین خودش رو قرار داد، از تجربه های دیگران، از عقل خودش، از آینده اون کار، همه چی رو اندیشید، باز به هیچ جا نرسید. 50-50 مون تحیر باقی بود اون وقت. بله، یک بسیار تجربه هایی تو این زمینه هست، بازم نمیگیم حتما بر استخاره بگیر. خیلی خوب، بسیار خوب، انشالله همه زندگی ها سرشار از صفا و صمیمیت باشه. سوال بعدی رو اجازه بدید که من بخونم. برخی از این سوالات از ایمیل های شماست، برخی از تلفن هایی که زحمت میکشید میکنید به برنامه دوستان، پیادهشون میکنن و مکتوب میکنن، بعضی ها هم از پیامک های شما. گفتن سلام سمت خدایی ها، امیدوارم خوب باشید، ازتون میخوام سوال من رو از آقای نقویان عزیز بپرسید. من فرزند آخر هستم و پدر و مادر پیری دارم، از دستشون خسته شدم، از ایرادهای بی خود گرفتنشون، از غرغراشون، از همه چیشون، اصلا دوست ندارم خونه باشم و معمولا هم نیستم، به خاطر دانشگاه و کتابخونه رفتن، ولی همون یکی دو روزی هم که هستم دیوونم میکنن. ایشون ادامه میدن که هیچ وقت خوبی های اخلاقی من رو ندیدن، هیچ وقت کارهایی که انجام میدم رو ندیدن و فقط همون کاری که انجام نمیدم رو از بین همه کارهایی که انجام میدم میبینن و ایراد میگیرن. بعضی موقع ها دوست دارم اون همسری که میخوام رو خدا برام برسونه و من از این خونه برم. هیچ کس حال من رو نمیفهمه، غم این روزها روی دلم میمونه و فقط گریه میکنم. ایشون ادامه دادم و در خاتمه گفتن که باهاشون خوش رفتاری میکنم، خوش اخلاقی میکنم، براشون هدیه میخرم، باهاشون شوخی میکنم، ولی اونا بدترین رفتار ممکن رو انجام میدن. آقای نقویان دلم رو خیلی میشکنن، میدونم اقتضای سن نشونه، ولی اقتضای سن من چی میشه؟ بله، ما دعا میکنیم که ایشون زودتر به اصطلاح برن به خانه بخت، اینجور که فرمودن ظاهرن یک خانومی باید باشن، دختر خانومی باید باشن، اینجور از نامشون برمی آمد. و وقتی هم میرن به خانه بخت، بازم پدر مادر رو فراموش نکنن و بعدم زودتر دعا میکنیمشون خودش مادر بشه تا ببینه که مزه مادری چیه و چقدر مادر نگران بچهشه، چقدر مراقبه که حتی یک کار اشتباه هم تو کار بچهش نباشه. یعنی ایشون نوشتن که نه کارهای خوب من نمینن، خدا نکنه یک کار مثلا که باید انجام بدم ندم یا یک کاری نباید انجام بدم اونو میبینن. این رو همچون که خودشون هم نوشتن به حساب پیری و کهولت و کم حوصلگی اینا بذارن، نه به حساب اینکه مثلا اینا دشمن منن. بالاخره اگه اینا نبودن شما هم نبودید، اگه پدر و مادر نبودن ما هم نبودیم. و البته به پدر و مادرم عرض میکنیم یه مقداری بچه ها رو، سنینشون رو، جوانیشون رو، نیازهاشون و اقتضاعاتشون رو هم در نظر بگیرن. اینجور نباشه که من خودم رو ببینم و امیال خودم، خواهشهای خودم و همیشه بچه‌مو بخوام با خودم تطبیق بدم. نه، اینجوری نیست واقعا. ما دستور داریم که بالاخره شرایط نوجوانی، جوانی، شرایط دیگر بچه‌ها، شرایط زمانه بچه‌ها، همه اینا رو در نظر بگیرید، با اینا صحبت کنید. ولی در این حال بچه‌ها اگر میخوان، این خانم اگر میخواد خوشبخت بشه، باید بدونه که خوشبختیش در گروه خوش اخلاقی با پدر و مادر. خب میگه خوش اخلاقی میکنم، ولی غرغراشون رو چیکار کنه؟ یه جایی هم معلومه تندی میکنه. یعنی من از این سیاق نامه، به قول علما، از فحوای او، از لابلای کلمات پنهان شده در بین این کلمات پیدا و هویدا، میفهمم که او هم یه خورده از سر بی‌حوصلگی، بی‌حوصلگی و یه کمی گاهی ناراحت میشه. پدر و مادرم میفهمن، چین و چروک که چهره ما رو اونا خوب تشخیص میدن. من اینجا که اول نشستیم، هنوز برنامه روی آنتن نرفته بود، تهیه کننده آقای نقویان لبخند یادت نره درست بشین، چون بهش گفتم این کوچولوی ما یه کمی حال ندار و مریضه، همون کوچولو رو الان ول کن تو استودیو باش. ببینید یعنی سری طرف میفهمه، همچنین نگاه شما، نوع نشستن شما، کز کردن شما، حتی که این لبخندهای مصنوعی ما رو میفهمن. میگه یه لبخند تلخی زد. لبخند که باید شیرین باشه مگه میشه تلخ؟ میگه آره، من فهمیدم که این لبخندش از سر زور بود.
دلش نمیخندید. حکایت از اون چیزی میگه که تو دلتون بود. آره. اینه که اگر ما بچه‌ها واقعا، من یه بار گفتم من کسی رو سراغ دارم که همینجور مشکل داشت، یک جایی خدمت شایسته‌ای به پدر و مادر بزرگش کرد تا مادر بزرگ، و بعد از اون خدمت خدا وسیله خوشبختی این دختر رو فراهم کرد. اینقدر موثر، اینقدر من مطمئنم که اون سعادتمندی و خوشبختی رو از خدمت به اون مادر بزرگ داره. بسیار. و این خانم و امثال این خانم که منم میدونم گاهی پدر مادرها کم حوصله میشن، یه خورده زود رنج میشن، یه کمی نکته گیر میشن، به همه چی به قول جوان امروز گیر میدن. اگر ما بچه ها بتونیم یه کمی پرحوصلگی کنیم، یه کمی با این پدر و مادر بسازیم، مطمئن باشیم جای دوری نمیره. و اگر هم اجری داشته باشه که داره، به نظرم اجرش دو چندان میشه دیگه. مثلا روایت داره که طرف اومده میگه من گناه 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 چه گناهان عجیب و غریبی کردم. پیامبر فرمود مادر داری؟ به مادرت خدمت کن، خدا گناهان تو میبخشه. خیلی عجیبه دیگه. بله. قرآن کجا میدونید این لا تقل لهما افن رو میدونید کجا در چه شرایطی قرآن میفرماد؟ یادتون هست آقای شریعتی؟ بفهمید. قرآن میگه اذا بلغ اندکل کبر احدهما او کلاهما، اگه پدر و مادر یکیشون یا جفتشون پیش تو پیر شدن، فلا تقل لهما افن، تو این بره میگه به پدر و مادر اف نگو. و الا پدر مادر جوون سرحال خوشتیپ خوشپول خوشپوشی که همه جا بله با من راه میاد و همه جا مایه افتخار من، هر وقت دارم بابا پول بده چقدر 5,000 تومان 10,000 تومان به من داد، این پدر مادر که اوف نداره که. پدر مادری که گوشش سنگین میشه، کلمه رو سه بار میشنوه، چشمش خوب نمیبینه، یهو موبایلتو گذاشتی ممکنه پاشو بذاره روش، میخوای بدوی، اون حال نداره درست راه بیا، توی مهمونی یه چیزی میگه همه میخندن، تو خیال میکنی آبروی تو رفته. اینجا ولا تقل لهما اف، اینجا خیلی مرد میخواد. خیلی خوب به قرار زنمون رسیدین. خیلی ممنونم آقای نحویان. بازم سوال داریم ان شاء الله از حضورتون استفاده میکنیم و پاسخهای شما رو هم خواهیم شنید. امروز 414 روز از اولین روزی که ما قرار گذاشتیم روزی یک صفحه قرآن بخونیم گذشته، الحمدلله خدا رو شکر میکنیم از این بابت. جزء 21 هستیم، آیات پایانی سوره مبارک لقمان آیات 29 تا 34 در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باز میگریم با احترام در این روزهای بسیار قشنگ و نورانی همراه شما و در کنار شما، خواهش میکنم بفهمید. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس
واتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. انشالله به برکت این آیات نورانی و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و به برکت صاحب این روزها تمام زندگی ها سرشار از آرامش باشه و انشالله بهترین ها نصیبتون. یک نکته از این صفحه بشنویم و انشالله دوباره سوالات رو در محضر و جای نقفیان داشته باشیم. آخرین آیه این سوره مبارکه 7-8 مطلب رو خدا اینجا به ما گوشزد می‌فرماید. ان الله عنده علم الساعه. ساعت قیامت رو خدا میدونه. هیچ کس نمی‌دونه. و ينزل الغيث. بارون رو هم خدا میفرسته. و يعلم ما في الارحام. خدا میدونه چی تو رحم این خانومه. حالا خانومم لازم نیست، یعنی شاید همه موجوداتی که باردارن خدا میدونه که چی تو رحمشه. و ما تدری نفس مادا تکسب قدن. هیچ کس نمیدونه که فردا چی به دست میاره. و ما تدری نفس به ای ارض تموت. هیچ کس نمیدونه در کدام سرزمین خواهد مرد. ان الله علیم خبیر. خدا از همه چی با خبره و داناست. من دوست تا نکته کوچولو عرض کنم اینجا. بعضی از اینها هیچ کس نمیدونه توشه، بعضی از اینها هست که خدا میدونه، بعضی هم فقط خدا میدونه. وقت اینا رو بعضی از اینایی که مثلا دیدم تو این ماهواره ها و سایت های چرند و پرند میشنن که آقا اینایی که قرآنش رو خدا میدونه، الان دستگاه سونوگرافی هم میدونه که این خانم دختر میزاد یا پسر، بفرما خدا گفته فقط. این که کدوم گفته خدا فقط خدا میدونه؟ گفته خدا میداند ما فی الارحام. 1400 سال پیش که دستگاه سونوگرافی و رادیوگرافی و هیچی گرافی نبود، خدا این رو فرموده. این اولا. ثانیاً این دستگاه ها چقدر دقیقه؟ الان نمیدونم من واقعا، آیا 100% دقیقه؟ بعدم این دستگاه از کی میدونن؟ باید این مدت زمان